سلام خوش آمدید به دیدبان مریم افشنگ هستم در مرور مطبوعات این هفته از واکنش ها به سخنرانی ترامپ و روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم گفت و همینطور از مسئله کوشش هایی برای حفظ سیانت خانم ها و همینطور تصاوی جنسیتی که گای موفق بوده گای نه سلام های بهنود خیلی از سران دنیا در مجمع عمومی سازمان ملل می تلاش میکردند که در واقع یک آشتی بین ایران و آمریکا برقرار کنند آقای روحانی هم گفت تا زمانی که تمام تحریم ها و فشارها برداشته نشه از مذاکره خبری نیست آقای ترامپ هم دیروز پنجشنبه اعلام کرد که یک سری تحریم های جدید و محدودیت های برای سفر مقامات ارشد و خانواده به آمریکا وضع کرد بله دیگه در حقیقت به تعبیر کارشناسات بنبست ادامه داره یعنی حوادث خطرناکی هم که اتفاق افتاد در منطقه که احساس می شده ذره تمایل به سل رو جلو بندازه معلوم شد اون نه ننداخته در حقیقت بومبستیم همچنان خب آقای بهنود میخوان شروع کنیم از اول هفته روزنامه اعتماد که به خشونت علیه زنان ممنوع اشاره میکنه و به لایحه سیانتی که دولت به مجلس فرستاده. همینطوره ببینید موضوع رو مهم دیده مهم هم بود دیگه اول هفته هنوز به ماجرای سازمان ملل نرسیده بودیم که آقای ترامپ بیاد اون سخنرانی بکنه و در نتیجه آقای روحانی رو هم داره که برای اولین بار در چهل ساله گذشته به جای صحبت های تبلیغاتی حرف روشنی بزنه این به نظرم میرسه که جدیترین و کاربردی ترین سخنرانی رئیس جمهوری از ایران بود در چه ساله گذشته در سازمان ملل در روزنامه های بعد البته میریم کامل مفصل بهش نگاه میکنیم بریم روزنامه کیهان رو ببینیم ام... که هم رئیس جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی 98-99 رو به صدا در آورد به مدارس اشاره میکنه و این تیتری که انصار امارات را چنان میزنیم که به چند دقیقه قبل برگردد ولی دیگه انصارالله خب میتونن حرف بزنن تا اونجایش که به ما مربوط نیست خب ما میرادی نمیتونیم بگیریم انصارالله میتونن یه همچین زده باشن اما در سرمقاله این شماره آقای بلوری، جعفر بلوری یه مقایسه ای کرده یک فهرستی داده از خبرهایی که مخابره شده است درباره اوضاع اوضاع هوایی خرج فارس اول شروع شده با این که نظامی امریکا و انگلیس و عربستان اومدن و بعد رفته به اینکه بوینگ شناسایی فلان اومده رادار فلان اومده ایواکس امریکا اومده روز شنبه پروازای اینا همه اومده روز شنبه که پروازای روز شنبه است که در ساعت‌های مختلف اومده میگه حالا اینا رو داشته باشین اینا نشون میده که تهدیدها و اینها ادامه داره و همه این اتفاقات هست و ظاهرا میخواد یه چیزی برسونه. تحرکات گسترده نظامی آمریکا و انگلیس و چند کشور مرتجع عربی علیه ایران. اما آیا این تحرکات واقعی است و باید منتظر وقوع جنگ بود؟ نویسنده معتقد است که نه. جنگ خبری نیست. و این رو هم به خاطر داشته باشیم که این تحرکات و بازنشر گسترده آن در شبکه های اجتماعی اون هم در آستانه نشست سران در سازمان آملر صرفا یه جنگ روانی است برای کی ایران تصور میره پیش از اینکه هدف این تحرکات ایران باشه خود کشور عربستان و شخص محمد بن سلمان هستش این نظر کیهانه کیهان. خب های بهنود بریم سراغ روزنامه بعدی جامع جمع که تیتر اولش هست نقشه نجات هپکو هپکو هم کارخونه مثل نیشکر هفت تپه که کارگراش مدام در اتصاب بودن در روزهای گذشته هم یه اتصاب سرسری کردن روی ریل های راهن شمال به جنوب تعدادی بازداشت شدن که خبر خوب این بوده که گویا همگی آزاد شدن با قید وسیقه و این بحث دوباره خصوصی سازی کارخونه ها آقای رئیسی گفته که من صدای کارگرا رو شنیدم انتقاد کرده که چرا این به بخش خصوصی واگذار شده دولت گویا الان از اون شرکت خصوصی که واگذار کرده بوده گرفته و قراره به خریداران جدیدی واگذار کنه خلاصه این داستان هپکو همچنان ماجرای ادامه داریه بله به نظر میرسه که شما به هر حال هر چه میگذره بیشتر پی میبرین به فاجعه ای که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده چه موقعی که خصوصازی نکردیم یعنی اونها همه در دست یک باند خاص بوده مدیریتاش و سودای فراوانی که داشته چه موقعی که خصوصازی کرده ایم یعنی توی اونها هم مراحل مختلفی اتفاق افتاده و تبدیل شده به یک گوله ای هر کدوم از این مؤسسات که در زمان خودشون سوده بودن و باید هم سودده باشن در حالی که یارانه هم گرفتن کمک های دولتی هم گرفتن زمینارم ها رو هم فروختن همه این کار رو کردن با ضرر هم داده پول کارگرها رو ندادن من. حالا شما بشید دولت به بش، حکومت حالا چیکار کار میکنید؟ یه کوششی کردید برای خصوصی قرار بوده که این کار بشه کارشناس گفته بودن و حالا رسیده با این فساد به اینجا تقریبا تمام جاهایی که درگیر هستند و کارگرها هستند اول دولت کوششی میکنه که نره پول بده یعنی دوباره مسکن تزریخ کنه بلکه کار اساسی بشه کرد عملا آخرش میرسه به اینجا که راه حلی نداره یه انتخابی هم شروع کرده بودید یه مطلبی به نام خبر مرگش از علی رضا غیر از تیتر خیلی تیتر خب بدیه آه، آه، این <applause> تیتر به خصوص یاد میاره یه تیتر رو که وطن امروز زده بود در مورد مرگ سلطان سعودی اگه اشتباه نکنم ولی حالا بیانش و اینا بهتر ما این بیان های شبکه های اجتماعی رو واقعا تو خیلی خوب بود و به نظر من به نظر خیلی جالب اشاره می‌کرد. دلسوزی خیلی خوبی توش هست اشاره میکنه به تحتیل یکی از معتبرترین نشریاتی که یعنی معتبرترین نه نشریه رایگانی که منتشر میشد در واشنگتن مثل مترو که اینجا هست یا ایفنینگ استندارد و این نشریه رو بستند اکسپرس رو بستند و تیترش هم جالب بود که درسته به همونطور که نقل کرده تیترش هم تو شماره اول زدن که به امید اینکه این موبایل متعفن رو با بهش خوش بده یعنی عملا گفتن که شکست خوردیم به خاطر شبکه های مجازی و موبایلی که داره حکومت میکنه بر رسانه ها این رو اصل گرفته و در حقیقت اشاره کرده به اینکه احیانا ماهایی که هنوز میریم سر میزه روزان فروش دیگه نسل باطلی است یه اشاره با مزه هم میکنه میگه که رفته بودم مثلا یه روزنامه بخرم مثلا این صاحب کیوس گفت که آقا همش رو یکی اومد گفت اسباب کشی داشتم خرید و برد و جمله قشنگی که مینیسه میگه مرگ یک نشریه از مرگ یک انسان هولناک‌تره چون با مرگ یک انسان یک چراغ فکر از روی زمین خاموش میشه اما با مرگ یک نشریه یک نیروگاه برق رسانی به چراغ فکر به زمین از میره تعبیر قشنگی خب بریم روزنامه بعدی جوان رو ببینیم که سخنرانی ترامپ رو در سازمان ملل دیده و نوشته نمایش اقتدار ایران در سخنرانی ترامپ ببینید اون برداشتی که در گزارش اصلی روزنامه جوان هست همون چیزی که باید باشه و اینکه آیا در حرفای آقای ترامپ هم نشانه از اقتدار هستش میشه که ازش تعبیر به این کرد که به حال ایران انقدر سر موضع خودش بایستاده است که به حال بحث اصلی رئیس جمهور امریکا در سازمان ملل و هواشی که وجود داشته راجع به ایران بوده خب میشه این کار کرد ولی وقتی که شما به جزئیات میرسین این سرمقاله رو ببینین که سردویر روزنامه آقای صادقیان نوشته است درباره همین بچه از تومبر که درباره او صحبت میکنه من به موضوعی که میخواد بگه خیلی کاری ندارم الان ولی لحنی که داره میگه شما اگر دقت کرده باشین این لحن یه چیزی حدود پنجاه سال ازش گذشته یعنی اون دوره ای که همه چپ نمایی می و های یعنی لیبرال آره. دموکراسی و چی داستانیست یه بچه ای را افتاده رفته دولت راضی نیستند از این که بالاخره یه الگویی درست شده از این تظاهرات میلیونی که پا میشه این مجموعه است دیگه از تو مردم جوشیده اومده خب بریم روزنامه آخر هفته ایران رو ببینیم ایران در واقع همون رایزنی هایی که قبل از سخنرانی آقای روحانی در مجمع سازمان ملل بود پشت صحنه از دیدار صدر آلمان رؤسای جمهور سوئیس و فرانسه و اینا رو دیده و بعدش هم از آقای دقیقاً برعکس نگاهی که کیهان و جوان داشتند که این رفت آمدها رو خوب نمیدیدند میگه بر... ایران کانون رایزنی ها در نیای نه اون میاد میگه دیدن و در حقیقت واکنش رسانه های جمعی جهانی هم نشون میده که این یک به صدا دهنکجی بوده از به تحریم هایی که کردند. بله. تحریم های امریکا اینجا شاید بعد نباشه اشاره کنیم به این دو مرجع تقلید ساخت یک فیلم رو جایز ندونستن مست عشق در مسیر رستاخیز که اشاره میکنه به اون سخن ف... آقای مکارم که بعد آقای نوری همیدانی هم تکرار کرد درست یادآوری میکنه که در حقیقت اگر که الگو بگیریم اونچه که خمینی در ابتدای انقلاب به عنوان بایانگزار انقلاب انجام داد حکومتی ساخته که بر اساس نظرات ولایت فقیه باید بره وگرنه این اختلاف بین احکام مراجع وجود داره و این نیستش که میتونه اجرایی به خودش بگیره این حرف ولی فقیه که اینو به خاطر این گفته میشه که در همین روزا هم که دیدید بسیاری از فیلم های تو شبکه های مجازی در اومده و جاهای دیگه که اشاره است به جاهایی که آقای خامنه ای درباره عرفان ایران حرف زدن حالا غیر از این که اون فیلمی که در اول انقلاب آقای خودش درباره عرفان صحبت کرد در تفسیر سوره هم این قرار فیلمی هستنی. باشه که با بازی شهاب حسینی و پارسا پیروزفر در مورد زندگی شمس و مولانا باشه که در ترکیه هم قرار فیلم برداری بشه حرفا و حدیث ها و مقالات و اظهار نظر ها نسبت بهش واقعا زیاد بوده یه مطلب خیلی خوبی من از آقای کدیبر خوندم دیروز روز که ب... اون اصولا مطلب جنجال برانگیزی بوده البته آیون هم راجع به هنرپیشه و فیلم و اینا حرفی ندارند بلکه بیشتر حرفش این است که تقریبا یه دعوایی که اصولا همیشه بین فقها ها و عرفا بلده. هست و بلده. بعضی وقتها حالا اینطوری رو بروز میده آقای بهنود بریم سراغ ها مطلبی از بنفش سامگیز به نام سلام فرمانده از روزنامه اعتماد گزارش خیلی خوبیه گرچه گزارش تأثیر برانگیزیه ولی به حال خوبه که این سحنها رو بدونیم عکس اول خانم سامگیز توضیح داده که 21 که اسمند 63 گرفته شده شرق دجله عکس دوم سوم شهریور 98 در 80 کیلومتری تهران یعنی همین ماه گذشته نوشته که عکس اول یه نمای روبرو از ورد و باخت هست مثل دو لطه پنجره لطه راست صفی از سربازان عراقی اسیر در محاصره رزمندگان ایران هوای تصویر کدر زمین از تردد چکمه ها منقبض ردیف نامنظم رزمندگان در پس, زمینه چشم دوخته به دور دور دستی کیلومترها دورتر از قاب دوربین لطه سمت چپ فرمانده گروهان اسلحه به دوش لباس رزم به تن کلاه آهنی بر سر نگاه خسته خیره به لنز دوربین شونه داده زیر کول رزمنده مجروح و خاکالودی که صورتش قرق بخونه حالا از این دوربین که دور بشیم در ثانیه های از صبح اسفند سال 63 همه اینا حبس شدن فرمانده بازیگر نقش اول عکسی که گرفته شده حالا در فروردین 98 یعنی 409 ماه بعد از اون واقعه صبح در روزنامه منتشر میشه آشنایی رو میبینه شناسایی میکنه نمره تلفن خونه اسقر درویشی رو میگیره اسقر درویشی که اون که عکسو گرفته فکر کنم اسقر درویشی اون فرمانده‌ای که ما در عکسش رو می‌بینیم سعید صادقی عکاسه بگی حالا واقعا انقدر این روایت تکون دهنده بود و انقدر زیبا نوشته شده بود در واقع یک فرمانده جنگ که 16 سالش بوده از خانواده که اصلا نمیخواستن بفرستنش جبهه یواشکی یه جوری از پدر و مادر خودش رو میرسونه به جبهه یه روایت بسیار زیبایی از یک فرمانده جنگ و یک عکاسی که در تمام این هشت سال پا به پای سربازان جنگ رفته و عکاسی کرده و این فرمانده 16 سالش بوده اصلا نمیخواسته بره و در واقع یواشکی از خانواده میره به جنگ و بعدش هم مصدوم میشه و هفتاد درصد توانایی ها و دچار معلولیت میشه تعریف میکنه از اینکه چطور بوده و نگاه اون عکاس به نظر من اصلا عالیه میگه وقتی من مثلا با اینا میرفتم اصلا من داخل آدم حساب نمیکردم و منو از خودشون نمیدونستن و خب یه آدمی بودم که مثلا همینطوری تق 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 این تق تقا برای اینا از یه بمب اونجا بدتر بوده و هی گفتن آقا نیا با ما و ولی دیگه بعدا در طول چیز من رو هم بالاخره قبول میکردن یه طوری و خیلی قشنگ و اینکه توضیح میده که من دیگه یه جاهایی با اینا گریه میکردم و اینکه برای هر عملیاتی چه اتفاقاتی اون پشت میافتاده واقعا گزارش خوندنی بود و... خیلی مهم است که الان تو ادبیات جدید هم داره صورت میگیره یعنی بسیاری الان که قصه های نوشته میشه که با همین حال حواس روایت های شیرینی گفته میشه از رویداد تلخی که بوده است و زوایایش و به نظر می که این اتفاق خیلی مهم ما داریم از دوره شعار و همینطور حرف زدن سالی مرتبه یاد افرادی که در جنگ فداکاری کردن بودن دلیم از اون دور میشیم به روایت آدم های رو میگیم بله خیلی هم خوب مثل همیشهش هم خیلی خوب نوشته خوندن شبت سخته نمیدونم. ولی واقعا شوشیم خواهی بخونیم چرا اینقدر کم کار میکنه شما میدونیم <تصفح> <تصفح> خب بریم روزنامه ایران رو ببینیم برگزیده بعدی که شما آوردین ببینید روزنامه ایران نه، توش به نظرم میگه که مقاله خیلی جذاب رسید وسط این عرصاد اونم به خصوص روزنامه دولت یه مرتبه توشی همچین مقاله تا شما پیدا کنید جالب. من میتونم بگم که صفحه اولش رو نوشته که چه کنی محیط مدرسه شاداب و دلپذیر باشه خبر خوبی که داده پیام استاد موح... پیام استاد محمد علی موحده که به کودکان هنر دوست داشتن و دوست داشته شدن رو بیاموزید خب شما اما این پایین اولا این همین چیزی که گفتین ساده نگیرید یعنی اگه عشانگ. واقعا خیلی ذوق به خرج شدن امسال این که آقای موحد در 90 چند سالگی آقای موحد که واقعا الان دانشمند نمونه ای است و واقعا در همین ده ساله اخیر اونچوری که به نسل بعدی هدیه کرده واقعا به اندازه چند عمر هست ایشون رو صدا کنن که بیان تبریک بگه واقعا کار درستی است و بهتر بود بقیه صاحب مقامم از یه همچین اتفاقی سرمش بگیرن اما اون پایین هم یه مقالهای میخونیم آقای امیر نازمی نوشته پژوهشگر اجتماعی است که بیاید نزنیم زیر میز میگه ما نه خیلی پیشرفته ایم نه خیلی عقب افتاده ما جای میان همه رتبندی های عالم قرار داریم در شاخص های جهانی مختلف به خصوص اونایی که برآمده از ویژگی های بلند مدت تر هستش نه تو وسط پایین هستیم بعد اینجا میاد یک توصیفی میده از جامعه و ای که دور نگاه نمی کند و ای که دور نگاه می کند و در حقیقت به این نچه می که اون جایی که کشور نمره پایینی میاره توی طبقه بند جهانی مال اون هست که بلند مدت نگاه نمی کنه و درجات اول مال کشور است که بلند مدت نگاه میکنند و به همین جهت هم میگه حالا بیاین زیر میز نزنیم بی خود چیز دلخوش نکنیم به جایی که در طبقات اول هستیم رمز اصلیش این است که بلند مدت نگاه کنیم شوخی نداره بله عالی خب آقای بنود بریم سراغ مجله ها ایران فردا با موضوع عدالت دومی شماره است که کیوان که از آب خنک اوین بیرون اومده و با گروه کار میکنه در مقدمه در حقیقت مسئولیت این شماره رو در سرمقاله شورای سردویران و شورای نویسندگان گفتند درباره عدالت صحبت میکنه و این در جستجوی عدالت برآمدن اون چیزی که از زمان مشروطیت دائما دربارهش گفته می و اون چیزی که دنیا دربارش صحبت میکنه و این نابرابری هایی که وجود داره و بعد از یه توصیفی که از اینا میکنه و یه آماری که میاره راجع به نابرابری های جنسیتی نابرابری در درآمد سلامت آموزش اشتغال اینها همه که به آزار دهنده هست بعد به اینجا میرسه میگه که دامنه نابرابری در ایران امروز بسیار وسیع تر از یک گزارشی است که در اون گزارش به روشنی بیان شده است که چهل درصد تورم شدید و فزاینده روی دوش فقیراست و نپولدارا میگه حالا همه اینا رو که نگاه کنیم برای مثال در پیمایش ارزش و نگرش ها در سال 95 وقتی از مردم سوال شده وضعیت فقر و برابری و نابرابری نسبت پنج سال پیش بهتر شده 76 درصدشون گفتن نه بدتر شده و وقتی ازشون پرسیدن که احتمال میدین در پنج سال آینده بهتر شه باز هم 76 درصدشون گفتن نه بهتر نمیشه و این شرایطی است که عدالت همچنان در ردیف اول مطالبات مردم هست در حقیقت مردم این رو میخوان و بقیه چیزها الان در اولویتشون نیست در صفات دیگه مجله هم کاش فرصت بود که میتونستیم بیان کنیم که مطالب خیلی خوندنی در باب همین عدالتی که ازش صحبت کردیم و یک معرفی از کتاب بسیار مهم هدا صابر که دربارش قبلا همه یادتون بشه مرتبه حرف زدیم صحبت شده و یک تأسف جدیدی به یاد آوردن این که هدا صابر نیست که مطلب خوبم بود از آقای سعید مدنی در مورد عدالت از منظر جنبش های اجتماعی قدیم مم. و جدید هم این رو در دنیا بررسی کرده هم در ایران و اینکه چقدر تفاوت کرده خواستگاه در واقع جنبش های اجتماعی چه تغییراتی کرده در دهه های گذشته از قرن 19 تا الان که بسیار خوندنیه برای کسانی که دوست دارن خب بریم مجله بعدی بخارا مثل همیشه پر و پیمون و مجله بخارا به اه... ده... همطور که میبینین روی جلدش شاید دکتر فراد دفتری است و در حقیقت همچنان که آقای... مشاور ایرانیکا و اسلامیکا بودند؟ بودند و هستند و در این حال رئیس مرکز مطالعات اسماعیلیه و الان هم مثل که یه چیزی بوده براشون یه بزرگ داشتی بوده یا... یه شبی مثل شبایی که بله. میگیره شبی گرفتن که اون شب رو پیاده کرده معمول مجله هستش که به این موضوع اینطوری میپرزه در اون شب هم آدم های مختلفی راجع با دکتر دفتری صحبت کردن دکتر دفتری انقدر کاری که انجام داده به زبان های مختلف داریم میبینین که دارم برق میزنم این فهرست کتاب ها و مقالاتی است که نوشته انقدر زیاد هست که خورمشایی معتقده که برجسته ترین شیع شناس موجود جهان هست این شب هم مثل که برای کتاب تاریخ شیعه تشیع بوده یه چنین کتابی تاریخ این... تشیع هم در اونجا در حقیقت رونمایی شده, که تاریخ تشیع در ایران رحیم غلامی ترجمهش کرده بله. به زبان انگلیسی در اصل گفته شده توی مقدمه ای هم که خود علی دهباشی در برش صحبت کرده در اونجا هم توضیح به اندازه کافی داده من در حالی که داریم فشرده میگیم به خاطر اینکه تو وقتمون جا بگیریم بگم که در شما دو شماره گذشته بخارا که ما نرسیدیم که بهش بپردازیم هم هم روی جلد آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشند و تاکید روی ایشون و هم یحیی خان مهدوی یعنی دو تا آدم برجسته ناب گرانبها واقعا در بارش بحث و گفتگو شده که ما رو از دست دادیم در این شماره از جمله شما دیده بودین مقاله علی نژاد رو آقای سیروس علی نژاد مطلب خیلی مفصلی از در واقع آشناییشون و تجربه هایی که با آقای گوران داشتن نوشتن سال دوستی بله. دوستی بله. از دوستی از خود ایشون از کارهایی که کردن مطلب بسیار خوندنه بود بله خب آیا بهنود میخواین بریم کارتون آخر رو ببینیم از فیروز مزفری که چیزی که دیده باز همین داستان مدارس هست گرانی لوازم تحریر در آسانه آغاز سال جدید تحصیلی جدید میدونید همیشه وقتی که سال به قول معروف جدید میشه و مدارس باز میشه حالا جد جدای از اینکه یک عالم آدم از خاطرات بد دوران مدرسه رو می این داستانی که آقا چطوری بچه ها رو خوشحال تر کنیم بچه ها رو نمیدونم اینطوری کنیم اونطوری کنی و مدارسمون رو چطوری بتونیم بهتر کنیم کیفیتش رو حالا امسال دیگه این گرانی لوازم تحریر هم اضافه شده چند سال اینطوریه و من هم تصور که هر سال هم فیروز خانم کشیده این و به همین تر تمیزی که میبینین کشیده و درد رو نشون داده توجه داشته باشی اون دو نفری که اون بالا دارن برای لوازم دری اول سال چیز میکنن خود بچه ها نیستن بابا مامان شونه. نه بچه ها ب... بچه ها کیف و کتاب و اینا دستشون بابا مامانشونه. نه نه به خدا بچه ها من در اونا بچه نمیبینم نمیبینیم <applause> چون فشار هم داره با مانا میاد بزنین این نکته آخر مال آیدین سیار سری از خ... <applause> به شمس و مولانا در سینما ایران بعد از اون ماجرایی که آقای مکارم بعد از همین داستانی که گفتن که تو خبرها اومده بود که حسن فتی قراره در واقع فیلم بسازه حالا اینو اینطوری کرده که میگه که شما فکر کنید که به جای حسن فتی قرار باشه کارگردان دیگه ای بسازن مثلا اصغر فرهادی جلال الدین محمد برخی معروف به مولانا زندگی عادی داره و در مدرسه به درس و بحث مشغوله تا اینکه شمس وارد زندگی او میشه همه چی تغییر میکنه در میانه قصه شمس گم میشه مولانا به حالت دوربین روی دست به دنبال حل معما میره و معلوم میشه که پری روز شمس قبل از اینکه بره هموم در رو برای برهان دین ترمزی باز کرده برهان دین میگه من شمس رو ندزدیدم شاید در دریا غرق شده مولانا میگه دروغ نگو بلخ دریا نداره برهان میگه آخرین بار صلاح الدین شمس رو دیده برو از اون بپرس خاص داستان ادامه داره؟ با تعلیق نوع فرادی بله مولانا متوجه میشه که درو خوب نیست و صلاح الدین زرکوب به مرور گاو میشه شعر مربوط این سخن فیلم پایان ندارد بعد فکر کنید که ابراهیم حاتمی کیا ها میخواد بسازه فیلمو مولانا در آسانی 40 سالگی در مدرسهش به درس و بحث مشغوله که ناگهان غریبه های مرموز با تانک وارد مدرسه میشد غریبه ببخشید غریبه وارد مدرسه میشه و افسوس میخوره که ارزش ها فراموش شده است سپس سؤالی از مولانا میپرسه و میگه اگه جواب ندی میزنم مولانا جواب نمیده و شمس مدرسه رو خراب میکنه مولانا تعجب میکنه میگه عجب کرامتی سپس تی تحولی درونی سوار اف 16 میشه و در آسمان ها به سیر آفاق و انفاس میفرزه و میخواد رستم از این بیت و غزل ای و سلطان ازل و خلاصه همینطوری ادامه داره باید. دیالوگ منتخبم شمس به مولانا میدونی صوفی بره خانقا صافی برمیگرده یعنی چی میدونی پیر بره مغان جوون برمیگرده یعنی چی میدونی که هوشیار بره مکتب مست برگرده یعنی چی خلاصه داستان ادامه داره اینم از طنز آخر هفته علی المغنی خب خیلی هم ممنون آقای بهنود همینطور ممنون از شما مرسی که با ما بودید به همراه آقای بهنود همینجا از شما خدافزی میکنم تا هفته آینده شب روزتون خوش